سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. آرژانتین در شب ستاره سیوم رو به پیراهنش اضافه کرد که شاید گزاف نباشد، این فینال را زیباترین در کل تاریخ جام جهانی دانست و در همین حال میسی سرانجام به چیز کارزوی آن را داشت رسید و توانست ضمن قهرمانی با آرژانتین بهترین بازیکن جام لقب بگیرد. فینال 2022 آرژانتین و فرانسه موفق شد جمله معروف و کلیشه‌ای فوتبال خود زندگی است را بار دیگر بر روی علاقه‌مندان به این ورزش بکشد. دیداری که همانند زندگی عقب افتادن، تلاش و جبران داشت و پایان غیر قابل پیش‌بینی را به بینندگان هدیه داد. در این بازی ابتدا آرژانتین با درخشش آنخیل دیماریا و میسی، دو بازیکن کهنه‌کار آرژانتین پیش افتاد و در یک نیمه یک طرفه نوید قهرمانی ساده و به دردسر یاران میسی را میداد، اما این تازه شروع ماجرا بود. در نیمه دوم نیز آرژانتین که حاشیه امنیت خوب با دو گل ایجاد کرده بود، سعی در اداره کردن بازی داشت، اما امباپه ستاره جوان فرانسه تسلیم نشد تا دیوانه کننده ترین فینال تاریخ را رقم بزند. فرانسه با درخشش کیلیان امباپه در عرض دو دقیقه دو گل به ثمر رساند، یکی از آنها از روی ضربه پنالتی بود و دیگر با شوت فوق‌العاده او به ثمر رسید. در شرایطی که با درج تساوی دو بر دو در این بازی فوق اساس روی اسکورتبورد گمان میشد، دو تیم با احتیاط‌تر بازی میکردند، اما چنین اتفاق رخ نداد و ستاره‌های آرژانتین و فرانسه تا پایان سوت بازی در نیمه دوم دروازه‌ها را تهدید کردند، اما نتیجه تغییر نکرد. حالا 30 دقیقه نفسگیر پیش روی دو تیم بود. در وقت‌های اضافه اول توپ از خط دروازه‌ها رد نشد، اما در نیمه دوم وقت‌های اضافه باز هم لیو میسی بود کلوریز را تسلیم کرد. با این حال در شرایطی که زمان کم تا پایان 120 دقیقه باقی مانده بود، باز هم امباپه ناجی خروج‌ها شد و با گرفتن پنالتی و گل کردنش فرانسه را در جام نگه داشت. 6 گل در طول 120 دقیقه و موقعیت‌هایی که نفس‌ها را در سینه حبس می‌کند، پایان این فینال جذاب نبود و ضیافت مرگبار پنالتی باید حکم شکست یک تیم را امضا می‌کرد. در نهایت این میسی و یورانش بودند که با دقت و تمرکز بیشتر در زدن ضربات و البته با درخشش مارتینز دروازه‌بانشان جام را کسب کردند. گزاف نیست این جام را زیباترین فینال تاریخ بدانیم. فینالی که سالهای سال میتواند موضوع صحبت و بحث باشد و مثال عالی برای غیر قابل پیشبینی و جذاب بودن فوتبال شود. بالاخره وقت آن رسید که نفرات برتر این جام، یعنی بهترین بازیکن، بهترین دروازه‌بان، بهترین گلزن و پدیده مسابقات معرفی شوند و در این بین کیلیان امباپه تکلیف یکی از جوایز را که با درخشش خیره کننده‌ای که در فینال داشت مشخص کرد و با ثبت 3 گل مقابل آرژانتین 8 گل شد تا کفش طلای جام جهانی قطر را به نام خودش بزند. در جام جهانی قطر شاهد نمایش بسیار خوب از برخی تیم‌ها و بازیکنان آنها نظیر مراکش، کرواسی، انگلیس و غیره بودیم، ولی وقت صحبت انتخاب بهترین بازیکن جام باشد، گزینه‌ها محدود می‌شوند و میتوان به 3 نام ویژه اشاره کرد. لوکا مودریچ در 37 سالگی توانست بار دیگر با کرواسی به جمع 4 تیم جهان برسد و این دستاورد او را بار دیگر به عنوان یکی از بهترین بازیکنان جام مطرح کرده است. کاپیتان کرواسی در قطر رهبر تیمش بود و هم در فاز دفاعی و هم در فاز هجومی مهره کلیدی دالیچ بود. امباپه در 24 سالگی توانست در قطر پلی را که 8 گل پیش از 24 سالگی در جام جهانی به ثمر رسانده بود را بشکند و با هتریک در فینال خودش را در جوانی به بازیکن دست نیافتنی در تاریخ فوتبال بدل کرد. نمایش امباپه در قطر با اینکه به کسب عنوان بهترین بازیکن جام منتهی نشد، فراموش نشدنی باقی ماند و جایگاه خود را در تاریخ مستحکم‌تر کرد. در نهایت به میسی می‌رسیم که توانست 1 گل کمتر از امباپه بزند و با 7 گل رقابت‌های جام جهانی را تمام کرد. اگرچه 4 گل این استوری فوتبال آرژانتین از روی نقطه پنالتی ثبت شد، اما نسل‌های آینده جام جهانی قطر را با یک اسم ویژه به یاد می‌آورند و آن هم کسی نیست جز میسی. میسی با گلزنی در فینال جام جهانی به اولین بازیکن تبدیل شد که در تمام مراحل حذفی مهمترین فستیوال فوتبال جهان گلزنی کرده است. او بالاخره توانست جام جهانی را هم به کلکسیون افتخارات پرشمارش اضافه کند تا حالا خیلی‌ها او را بدون ترس بهترین بازیکن تاریخ بدانند. شماره 10 آرژانتین شانس اصلی برای کسب عنوان توپ طلای جام جهانی 2022 قطر بود و این عنوان را هم به نام خود زد. میسی ستاره تیم ملی آرژانتین پس از رویارویی با فرانسه در فینال جام جهانی 2022 قطر مشتاق بود با هواداران آرژانتین خداحافظی کند. میسی پس از پایان بازی با خوشحالی از کسب عنوان قهرمان جام جهانی گریه کرد. میسی پس از پایان بازی به واسطه اینکه پیش از این اعلام کرده بود پس از پایان جام جهانی دیگر در تیم ملی حضور نخواهد داشت، در حالی که با هواداران خداحافظی میکرد به سمت آنها رفت. میسی مشتاق خداحافظی با تیم و کادر فنی و در رأس آن لیونل اسکالونی بود که پس از پایان مسابقه با گرمی به او دست داد. گفتنی است میسی اولین گل آرژانتین را در دقیقه 23 از روی ضربه پنالتی و گل سوم را در دقیقه 109 به ثمر رساند. در ضربات پنالتی هم اولین ضربه را برای کشورش به ثمر رساند تا روحی آرژانتین را بالا ببرد. میسی که قرار بود جام طلایی رنگ را بالای سر ببرد، اولین کلمات خود به عنوان کاپیتان تیم قهرمان جهان را مقابل دوربین ها به زبان آورد. بزن بریم، وای ما قهرمان جهانیم. میسی آنقدر هیجان زده و احساساتی بود که نتواند چیز بیشتر از این بگوید. او اشاره کرد که نمیخواهد صحبت کند، بلکه میخواهد در کنار همتیمی هایش جشن بگیرد. در جام جهانی قطر شاهد درخشش دروازه‌بان های زیاد بودیم که میتوان به هوگو لوریس دروازه‌بان تیم ملی فرانسه، یاسین بونو سنگربان شگفتی ساز مسابقات، لیواکوویچ گلر کرواسی که برگ برنده این تیم در رسیدن به نیمه نهایی بود اشاره کرد. با این حال امیلیانو مارتینز کاری کرد که در تاریخ آرژانتین ماندگار شد.
او که با درخشش خود در ضربات پنالتی موجب حذف هالند شد، در آخرین ثانیه های دیدار فینال مقابل فرانسه هم با واکنش بی‌نظیر تیمش را در بازی نگه داشت تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود. در ضربات پنالتی هم بار دیگر این دروازه‌بان درخشید و او بود که طرف برنده جنگ بی‌بدیل میسی و امباپه در فینال را مشخص کرد. او را هم بدون تردید میتوان بهترین دروازه‌بان جام جهانی 2022 قطر دانست و این عنوان را با شایستگی به نام خود زد. مارتینز در نخستین ضربه بار دیگر مغلوب امباپه شد، اما هنرنماییش از ضربه کمان شروع شد. فاکس ستاره ضربات پنالتی بازی‌های ملی آرژانتین با خواندن دست ستاره بایرن مونیخ با یک واکنش تماشای ضربه این بازیکن را دفع کرد تا آرژانتینی‌ها پیش بیفتند. هیبت این دروازه‌بان در کنار آمار فوق‌العاده‌اش باعث شده بود تا بازیکن بعدی فرانسه شوامینی جوان هم درگیر استراب شده و سعی کند توپ را به گوشه‌ترین جای دروازه بفرستد. واسواسه که در نهایت بلای جان او و فرانسه شد تا توپ به بیرون رفت و مارتینز این بار با حرکات موزون خودش روحیه فرانسوی‌ها را نابود کند. او بعد از گل شدن پنالتی مونتیل از حالت خوشحالی یک رهایی فراموش نشدنی روی زمین تجربه کرد و برای لحظات خودش را خارج از جو میده تا ستاره های آرژانتین همگی به سراغ او رفتند تا جشن قهرمانی را با محوریت او برگزار کنند. حالا امیلیانو مارتینز بعد از بازی فینال اعتراف کرد که همیشه آرزوی تجربه چنین حس را داشته و نمیداند چگونه باید خوشحالی خود را بیان کند. امیلیانو مارتینز گفت: ما رنج زیاد در طول این بازی کشیدیم. در دقایق از مسابقه فکر میکردیم کنترل همه چیز را در دست داریم، اما آنها موفق شدند برگردند. مسابقه بسیار بسیار پیچیده بود و گویا سرنوشت ما رنج کشیدن است. آنها آخرین شانس و موقعیت بزرگ را برای کسب پیروزی داشتند و خوشبختانه من توانستم با پا مانع از گلزنی شوم. همیشه آرزوی زندگی کردن چنین لحظه‌ای را داشته، اما حالا هیچ کلمه‌ای برای آن توصیف حس حالم ندارم. من خیلی جوان بودم که راه انگلیس شدم و حالا دوست دارم این پیروزی را به خانواده‌ام تقدیم کنم. اما رودریگو دی پاول هافبک جنگنده آرژانتین نیست گفت: ما قهرمان جهان هستیم. نمیدانم چی بگویم. هرگز تصورش را نمیکردم. ما هزاران کیلومتر دورتر از خانه هستیم و این بهترین شب زندگی من است. با توجه به شرایط دشواری که در این تورنمنت تجربه کردیم، این برای من یکی از شادترین شبهای زندگی است. ستاره 23 ساله تیم فوتبال بنفیکا در جام جهانی درخشید و در تمام بازی‌های یکی از نفرات اصلی اسکالونی بود. البته در این جام بازیکنان جوان دیگر نظیر گواردیول، گاکپو، کودوس و غیره هم درخشیدند، ولی در نهایت با توجه به قهرمانی آرژانتین این عنوان به فرناندز رسید. بازیکنی که پاس دقیق و روی گل اول آرژانتین به کرواسی را میتوان نقطه عطف عمل کرد و در جام جهانی دانست. لیونل اسکالونی سرمربی جوان تیم ملی آرژانتین با تمجید از عملکرد شاگردانش پرداخته و تاکید کرد آنها وظیفه خود را به بهترین شکل ممکن انجام دادند. لیونل اسکالونی گفت: مردم از این پیروزی و عنوان قهرمانی تیم ملی آرژانتین لذت میبرند و یک لحظه تاریخی برای فوتبال کشور ما محسوب میشود. عملکرد تیم در این دیدار باور نکردنی بود. من میخواهم درباره این مسائل صحبت کنم، زیرا طبیعی بود که چنین شب دشوار را تحمل کنیم. یک نمایش فوق العاده را از سوی تیم ملی آرژانتین شاهد بودیم، اما ما برای رنج کشیدن و سختی ساخته شدیم. فوتبال چنین شبهایی هم دارد، اما بازیکنان تیم به همه اتفاقات به بهترین شکل ممکن واکنش نشان میدهد. من به عملکرد تیم خود در این تورنمنت افتخار میکنم و حالا خیالم راحت است، زیرا بازیکنان تیم ملی آرژانتین وظیفه ای که داشتن را به بهترین شکل ممکن انجام داده و با تمام توان برای کسب موفقیت تلاش کردند. این یک گروهی باور نکردنی از بازیکنان آرژانتینی است که البته گاه اوقات در زمین هیجان زده هم میشود، اما همه وقت به یکدیگر اعتماد میکنند، توان بیشتر در زمین پیدا کرده و قدرت بالایی از خود را نشان میدهند. هر بازیکن در طول یک مسابقه تلاش میکند دیگر را نجات دهد، و حالا که شرایط در بازی امشب اینقدر دشوار پیش رفت، این پیروزی و قهرمانی برای ما دو برابر ارزش دارد. مردم کشور نیز از حمایت چنین تیم لذت میبرند و این یک لحظه تاریخی برای تیم ملی آرژانتین است. دوست داریم از این موفقیت لذت ببریم و این پیروزی تقدیم به همه بازیکنان است که برای تیم ملی آرژانتین بازی میکند. پاولو دیبالا به دلیل مصدومیت در این تورنمنت خیلی فرصت حضور در ترکیب تیم ملی آرژانتین را پیدا نکرد، اما در لحظات پایانی بازی امشب به زمین آمد و پنالتی خود را هم تبدیل به گل کرد. پاولو دیبالا در پایان بازی گفت: اتفاقاتی که امروز افتاد در تاریخ خواهد ماند. همه اتفاقاتی که افتاد باور نکردنی بود. در ابتدا شک وجود داشت که در جام باشم. از کادر پزشکی تشکر میکنم که برای درمان من کمک کردند. کادر فنی تا امروز منتظر ماند. همچنین انزو فرناندز ستاره جوان تیم ملی آرژانتین نیز در پایان بازی گفت: تمام اعضای خانواده‌ام اینجا حضور داشتند. این گروه کاملا شایستگی رسیدن به اینجا را داشت. این لحظه‌ای است که هرگز پاک نخواهد شد. میسی الگوی من است، بهترین تاریخ. بردن جام جهانی با کشورم در 21 سالگی چیزی است که قیمت ندارد. بیایید برویم جشن بگیریم. تیم ملی فوتبال انگلیس برنده جایزه بازی جوانمردانه جام جهانی 2022 شد. در قطر انگلیس به مرحله یک چهارم نهایی رسید و در آنجا مغلوب فرانسه شد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.